درود و وقت بخیر میگم. در این پنجشنبه 26 مهر ماه 1403 با کیوسکی دیگر از تلویزیون آریان همراه شما هستیم. در اول روزهای گذشته برنامه را با نگاهی به ستیت چند روزنامه چاپ امروز صبح تهران آغاز میکنیم. روزنامه اعتماد بازگشت اجتناب ناپذیر مازوت با شروع فصل سرما فشار به منابع گازی تولید برق را به خطر می اندازد. روزنامه کار و کارگر هشدار درباره تبعات افزایش قیمت ها بر تغذیه ایرانیان، سلامتی خانوارها زیر تیغ گرانی لبنیات. روزنامه شروع جهان در اضطراب یک شوک قیمتی، پیشبینی نفت 300 دلاری در صورت حمله اسرائیل به ایران. در هزاری سوم اتفاق افتاد عنوان تحلیل روزنامه جمله است از عذرخواهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پس از پخش چند ثانیه آواز یک زن. روزنامه عصر رسانه ناکامی تاریخی ایران در بهره‌مندی از پیمانهای بین المللی. در روزنامه جهان صنعت شکست سیاست گرسنگی صفر، جهان از هدف پایان دادن به ناامنی غذایی دور می شود. روزنامه اعتماد چاپ تهران مطلبی دارد با عنوان بازگشت اجتناب ناپذیر مازوت نوشته است با شروع فصل سرما فشار به منابع گازی تولید برق را به خطر می اندازد و هوای شهرها دوباره آلوده می شود. فصل تابستان با وجود ناترازی شدید برق بالاخره تمام شد و یک ماه از پاییز می گذرد و حالا با نزدیک شدن به فصل سرما نگرانی ها از تشدید ناترازی در حوزه گازی و روی آوردن نیروگاه های برق به سوخت مایع افزایش پیدا کرده. این اتفاق در چند سال گذشته رخ داده. کلان شهرهای ایران در فصل سرد سال باید در انتظار آلودگی ناشی از سوختن مازوت یا گازوئیل باشند و تولید برق بدون این دو سوخت استراتژیک هم امکان پذیر نیست. روزنامه اعتماد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل این وضعیت را بررسی کرده و نوشته به دلیل ارزان بودن گاز در ایران نیروگاه‌های ایران به خط مقدم تولید برق تبدیل شدند و گویا در انحصار ایجاد شده که صرفه اقتصادی نیروگاه‌ها را وابسته به همین گاز ارزان کرده و خبری از تنوع در سبد تولید برق ایران هم نیست. وضعیت ایران در تنوع سبد تولید برق در مقایسه با سایر کشورها مناسب نبوده و ایران از نظر میزان تنوع سبد تولید برق در رتبه 131 جهان قرار دارد. بخشی از کمبود گاز در فصل زمستان با سوزاندن سوخت مایع مانده گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌ها جبران می شود که خود مشکلات زیاد زیست محیطی و حتی فنی به دنبال دارد. همچنین استفاده از مازوت و گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین نیروگاه‌ها با زیان‌های همراه است، چرا که به دلیل ارزش بالاتر گازوئیل و مازوت نسبت به گاز طبیعی منجر به عدم نفع مالی زیادی هم می شود. از طرفی استفاده از سوخت‌های مایع استهلاک تجهیزات نیروگاهی را افزایش داده و منجر به افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود و در نهایت اثر مخرب زیست محیطی را به همراه دارد. آلودگی شهرها در فصول سرد سال تنها یکی از چالش‌های زیست محیطی در ایران است که در پاییز و زمستان گرانبهاگیر شهرها را می‌گیرد. روزنامه کار و کارگر هشدار درباره تبعات افزایش قیمت‌ها بر تغذیه ایرانی را تیت کرده و نوشته سلامت خانوارها زیر تیغ گرانی لبنیات. روزنامه کار و کارگر با یادآوری اعلام خبر قیمت‌گذاری دستوری 4 محصول لبنی شامل پنیر، ماست، شیر کمچر و شیر نایلونی بر اساس مصوبه صداد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت لغو شده که این خبر مردم را در شک فرو برد.
همزمان با حذف قیمت دستوری این چهار محصول، قیمت محصولات لبنی 30% افزایش یافت که شامل 14% افزایش ناشی از تغییر قیمت شیر خام و 16% هزینه‌های سربار تولید است. این در حالی است که حتی با قیمت‌های کنونی هم خرید لبنیات در توان بسیاری از خانوارها نیست و مواد لبنی از سبد خرید بسیاری از خانوادها حذف شده بدون آنکه جایگزین مناسبی برای آن بیابند. و در چنین وضعیتی کارشناسان تغذیه درباره پیامدها و عوارض مخرب و محرومیت مردم به ویژه کودکان از عدم دسترسی به لبنیات هشدار می‌دهند. در این گزارش به نقل از یک کارشناس سلامت در مورد تبعات کم شدن لبنیات در سفره‌های مردم نوشته شده، 5 گروه غذایی لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر، دوغ و حتی کشک که نقش مهمی در سلامت تغذیه دارند در سفره بسیاری از ایرانیان نایاب است. دکتر صمد پوری، پوکی استخوان را یکی از بیماری‌های شایع کشور برمی شمارد و ضمن نگرانی از آمار بالای این بیماری علت آن را در دریافت کم کلسیم و ویتامین د می داند. صمد پور با تاکید بر اینکه منابع خوب کلسیم که لبنیات است باید در سفره‌های غذایی ما وجود داشته باشد اظهار می دارد، متاسفانه در سال‌های اخیر مصرف سرانه ما به خصوص شیر به چند علت کم شده. مهمترین علت این کاهش بحث قیمت هاست. در واقع به مقداری که قیمت لبنیات افزایش پیدا می کند، درآمد توده های این مردم افزایش پیدا نکرده است و معمولا بعضی وقتها حذف لبنیات برای خانواده ها خیلی راحت است، یعنی شیر و ماست و غیره نمی خرند، به سمت غذاهایی می روند که فقط یک مقدار حس سیری بدهد تا بتوان اعضای خانواده و فرزندان خود را سیر کنند. شکست سیاست گرسنگی صفر عنوان مطلبی در روزنامه جهان صنعت و از هدف پایین دادن به ناامنی غذایی در جهان نوشته است. این روزنامه در گزارشات در روز جهانی غذا و هشدارها در این رابطه را بررسی کرده و نوشته این روزها جهان در حال دور شدن از هدف پایین دادن به گرسنگی، ناامنی غذایی و سوء تغذیه تا سال 2030 می باشد. یکی از دلایل شکست این برنامه جهانی جنگ‌های کنونی و بحران اقتصادی عنوان شده. بر اساس گزارش جدید آکسفام که در روز جهانی غذا منتشر شد، روزانه بین 7000 تا 21000 نفر در کشورهایی که تحت تأثیر جنگ و درگیری قرار دارند، بر اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند. جنگ‌ها همچنان یکی از عوامل اصلی جابجایی اجباری مردم در کشورهای جنگ زده بوده و امروز در سطح جهانی به رکورد بیش از 117 میلیون نفر رسیده است. در ایران هم وضعیت ناامنی غذایی نیز در سالهای اخیر نشان از وضعیت هشدار بیویژه در برخی از استانها دارد. به گفته ناصر کلانتری، عضو انجمن تغذیه کودکان، 7 استان کم برخوردار ایران ناامنی غذایی دارند، به این معنا که در تمام طول سال به غذای سالم و کافی دسترسی ندارند. همچنین به تازگی محمد اسماعیل مطلق، رئیس دبیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ایران، از تهدیدهای ناامنی غذایی در 8 استان سیستان و بلوچستان، ککیوله و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و خراسان جنوبی نیز خبر داد. داده‌های رسمی هم نشان می‌دهد که در استان خراسان جنوبی 53% مردم تغذیه ناایمن دارند. در بلوچستان هم 70% جمعیت گروه تغذیه ناایمن دارند. در استان خوزستان هم آمار ناامنی غذایی 58% جمعیت این استان است و در استان کرمان 74% فاقد امنیت غذایی هستند. افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش یارانه‌ها به طور مستقیم بر وضعیت امنیت غذایی در میان جمعیت فقیر و آسیب‌پذیر ایران تأثیر گذاشته است. مشکلات کم آبی و خشکسالی در ایران نیز در کنار ناامنی و بحرانی سیاسی از دلایل مهم ناامنی غذایی در این کشور محسوب می‌شود. ادامه یکی، اعتصاب غذای نامحدود وریشی مرادی، زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان اوین تهران، امروز وارد 8 روز شد. وریشی مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان کجار، از روز 19 مهر ماه 1403 همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با هدف لغو اعدام در ایران و در حمایت از زنان و جوانان آزادیخواه تحت ستم، در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد.
و اعلام کرده که در اعتراض به صدور و اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده. بر اساس گزارش شبکه بشر کردستان، روز دوشنبه 23 مهر 1403 پزشک بهداری زندان اوین این زندانی سیاسی را در بند زنان مورد معاینه قرار داد و خواستار تزریق سرم و انتقال او به بهداری شد، اما وی از پذیرش توصیه پزشک بهداری خودداری کرد. وریشی مرادی در نامه‌ای که چند روز پیش در رابطه با اعتصاب غذای نامحدود خود منتشر کرد نوشت: اجازه ندهید جنگ‌های فرامرزی بر موضوع سرکوب‌های داخلی جامعه سایه بیفکند. تلاش من برای اعتصاب غذا هم در این راست است. ما به هر قیمتی که شده اجازه نخواهیم داد صدای مبارزان داخلی که شجاعانه ایستادند در هیاهوی جنگ و ماجراجویی‌های بی‌فرجام گم شود. او تأکید کرده که جهت به بار نشستن اعتراض و موضع‌گیری سریع و شفاف کمپین‌های نه به اعدام در سراسر جهان که گروه‌ها نهادها و سازمان‌های بین المللی با هدف متوقف کردن اعدام به راه انداختن اعتصاب غذای نامحدود خود را ادامه خواهد داد. و در این قسمت از کیوس برای گفتگوی بیشتر درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، اعتصاب غذای وریشی مرادی و خواسته های این زندانیان سیاسی کرد و اهمیت همبستگی با زندانیان سیاسی، خانم الهی صدر، فمینیست و فعال سیاسی از طریق سکای با ما همراه هستند. خانم صدر، سپاسگزارم از حضورتون در کیوس که امروز میبینیم که زنان پیشاهنگ انقلاب جنجیان آزادی مقاومت را به داخل زندان ها در ایران کشاندند. وریشی مرادی هم که یکی از این زندانیان در اعتصاب غذای نامحدود به سر میبرد، او در نامی که به بیرون فرستاده خواستار واکنشا به اعدام و سیاست سرکوب شده. اول میخوام ارزیابی شما در رابطه با این عزم راسخ زندانیان سیاسی وریشی مرادی داشته باشیم. سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز آین تیوی. ببینید، وریشه مرادی اعتصاب غذای خودش را به صورت خیلی آگاهانه در روز جهانی مبارزه با اعدام اعلام کرد. او تاکید کرد که اعتصاب غذاش و اعلام موضع شفاف و روشن او در برابر ستمهای تحمیل شده بر آزادی خواهان می باشد و نرسیدن به مطالبات شخصی و فردی خودش. و در حقیقت وریشه با تنها سلاحی که در زندان داره به جنگ یک نیروی مرتجع و دیکتاتور مثل جمهوری اسلامی رفته. وریشه در نامش می نویسه سیاست‌های نئولیبرالیستی نظام سرمایه‌داری جهانی برای تحکیم حاکمیت خودش در خاورمیانه و یک دستسازی و همگون کردن خاورمیانه بر مبنای نابودی تاریخ و فرهنگ جامعه شکست خورده از یک سو و از سوی دیگه سیاست‌های دولت‌های محافظه‌کار، ملی‌گرا و دینگرای منطقه باعث جنگ‌های خانمانسوز در منطقه و منطقه خاورمیانه شدند و شدت این تهاجمات و حملات رشد فزاینده فاشیست رو در منطقه و جهان به همراه داشته. بعد تاکید می‌کنه که اگر علیه جنگ هستیم، اگر فریاد نه به جنگ سر میدیم، باید همزمان کشتارهای داخلی و اعدامهایی را که روزانه تحت لوای اسلام سیاسی صورت میگیرند را هم ببینیم و اجازه ندیم این جنگ ها که در بیرون مرزها داره صورت میگیره بر موضوع سرکوبهای داخلی سایه بیاندازه. و بعدم اعلام میکنه که برای تا زمانی که این کمپین های علیه اعدام، کمپین هایی که از طرف نهادها و گروه ها و سازمان های بین المللی علیه اعدام درست شده، تا زمانی که اونها به هدف خودشون نرسن و اعدام متوقف نشه، اعتصاب غذای نامحدود خودش رو ادامه خواهد داد. و
این واقعا نشون به ما میده عزم راسخ یک انسان آزاده رو که برای رسیدن به خواسته های خودش حتی حاضر از جان خودش بگذره. و این واقعا فقط میتونه یک انرژی بسیار زیاد رو به جامعه تزریق بکنه. این شجاعت او میتونه انرژی بسیار زیادی رو به جامعه تزریق بکنه که صدای او باشن، هم پا و هم پیمان با او در راه مبارزه با جمهوری اسلامی و علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی قدم بردارن. بله خانم صدر، همانطوری که شما هم گفتید، وریشی مرادی یک جمله ای گفته در نامش که گفته نباید بگذاریم که سایه جنگ بتونه این کشتارهای دهه 60 در ایران تکرار کنه. می‌بینیم که به یه نوعی به صدای زندانیان سیاسی در ایران تبدیل شده. حالا برای حمایت از وریشی مرادی چه باید کرد؟ اون که در حال در زندان میخواد صدای زندانیان سیاسی و حتی صدای زنان، میگه باز در برابر سرکوب در بیرون زندان چه باید موضوع گیری داشته باشیم. حالا برای حمایت از وریشی مرادی چه راهکاری باید در نظر گرفت به نظر شما؟ ببینید، راهکار رو خود وریشی مرادی به همه ما نشون داده. میگه گروه ها، نهادها، سازمان ها باید تلاش بکنن کمپین های علیه اعدام به وجود بیارن. در این راستا پلتفرم دموکراتیک فراملیتی زنان در راستای خواسته وریش مرادی و برای حمایت از او و خواسته های او کمپینی ایجاد کرده و از تمامی آزادی خواهان، از فعالین جنبش زنان فمینیستی، کویر فمینیستی، خانواده های دادخواه، فعالین کارگری و مدنی، از همه خواسته درخواست کرده که در همبستگی با وریش مرادی یک ویدیو کوتاه از خودشون درست بکنن و صدای نه به اعدام و شکنجه و آزادی تمامی زندانیان سیاسی رو در این ویدیو کوتاه به گوش جهان برسونن. بله خانم استاد، سطح یعنی آمدن به دنبال به جواب این صدای، این فراخوانی که شما در انجمن فراملیت زنان به چه صورتی، سطح حمایت مردم به چه صورتیه، به چه صورتی حمایت میکنن؟ تا به حال بسیار خوب بوده حمایت مردم. یعنی همون روز اول تا فرداش که ما این اعلام کردیم که یه همچین کمپینی هست، 20 نفر برای ما ویدیوی حمایتی فرستادن و با صدای بلند نه به اعدام رو تکرار کردن و از خواسته های وریشه مرادی حمایت کردن و این باعث واقعا دلخوشی ما و یک آینده روشنی رو در این جهت داره به ما نشون میده. بله خانم الهی صدر، فمینیست و فعال سیاسی، سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار کیوسک امروز گذاشتید. من از شما خیلی سپاسگزارم. ممنون. ادامه کیوسک. همزمان با افزایش نگرانی ها درباره خطر اجرای حکم اعدام 4 زندانی سیاسی عرب احوازی، واکنش و نهادهای کنشگران حقوق بشری ادامه دارد. 2 روز پیش 4 زندانی سیاسی عرب خوزستانی محکوم به اعدام به نامهای علی مجدم، محمد رضا مقدم، عدنان موسوی و معین حنفری جهت اجرای حکم اعدام از زندان شیبان احواز به زندان سپیدار منتقل شدند. این زندانی سیاسی عرب در سالهای 1396 و 1397 در شهرهای مختلف ایران به سبب مشارکت در قتل 2 تن از نیروهای بسیج سپاه پاسداران و 2 تن از مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دستگیر و در دادگاهی غیر علنی و ناعادلانه بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی محاکمه و اعدام محکوم شدند. کمپین حقوق بشر ایران روز چهارشنبه 25 مهر با تایید خبر انتقال این زندانیان سیاسی به سلول انفرادی با هدف اجرای حکم اعدام هشدار داد که هر لحظه ممکن است آنها به طور مخفیانه به طناب دار آویخته شوند. همزمان آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این واپسین لحظات زندگی این 4 زندانی سیاسی اهوازی است. فارغ از هر گونه دیدگاه سیاسی، باید برای یک لحظه فکر کنیم اگر ما جای آنها بودیم چه انتظاری از دیگران داشتیم. صدایشان باشیم، صدای یک نه به اعدام.
صفحه منتسب به گلرخ ایرایی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در شبکه ایکس هم روز چهارشنبه نوشت برای مبارزه با مجازات وحشیانه اعدام نمیتوانیم فقط در برابر اعدام سیاسی یا در برابر احکام مرگ صادره برای همسویان سیاسی خود واکنش نشان دهیم. بیایید از این زندانیان هم حمایت کنیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تداوم روند سرکوب فعالان صنفی با آغاز سال تحصیلی را به شدت محکوم کرد. این شورای صنفی فرهنگیان روز چهارشنبه 25 مهر در بیانیه با اشاره به اینکه با شروع سال تحصیلی جدید شاهد رشد روزافزون روند سرکوب معلمان فعالان صنفی هستیم نوشت، شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر محسن عمرانی، اصغر حاجب، محمود ملاکی، عبدالرضا امانی فر اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر را به پرداخت 960 میلیون ریال در ازای احکام حبسی که پیشتر از طرف دادگاه انقلاب اسلامی استان بوشهر برای آنها صادر شده بود محکوم کرد. در همین شرایط دادگاه تجدید نظر حکم یک سال حبس آقای عمرانی را به میزان 6 ماه تایید کرد. هیئت رسیدگی به تخالفات اداری کارمندان اداری آموزش و پرورش شهرستانهای تهران نیز احمد حیدری نصرت دبیر ناحیه که شهرستان بارستان و فعال صنفی فرنگی را به بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل دو گروه محکوم کرد. همچنین کاکاوی بداغی پگاه فعال صنفی فرنگیان ایزه در خوزستان برای اخذ آخرین دفاع به شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی اهواز احضار شد. در مشهد هم شعبه 25 تجدید نظر دیوان عدالتی اداری با رد اعتراض محمد حسین سپهری حکم اخراج این معلم زندانی از آموزش پرورش را پس از 26 سال سابقه تدریس تایید کرد و حسین واحدی فعال صنفی معلمان در خراسان شمالی نیز به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد. بر اساس این گزارش در کردستان هم هیئت تجدید نظر وزارت آموزش پرورش سمیه اختر شمار فعال صنفی معلمان مریوان را از کار اخراج کرد. همچنین در شهر سنه ماموران اداره اصلاحات به منزل رضا شریف فعال صنفی معلمان حمله کردند و منزل وی را مورد تفتیش قرار دادند. طبق این بیانیه معلمان استان البرز هم از سرکوب دولت مسعود پزشکیان بی‌نصیب نبودند و مهدی معروف مشاور مدارس ناحیه چهار استان البرز بازخرید و از کار اخراج شد. آخرین اقدام سرکوبگرانه هم حکم محکومیت محمد حبیبی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. این محکومیت مربوط به اعتراض آقای حبیبی به مسمومیت‌های سریالی مدارس در اسفند 1401 است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اشاره به اینکه آمار سرکوب‌ها منحصر به این موارد نیست افزود هنوز برخی معلمان از رسانه‌ای شدن اخبار خود هراس دارند. همچنین تعداد قابل توجهی از دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان از تحصیل محروم شده‌اند. روزنامه یعنی ازگر پلیتیکان و نسلی خود را به مصاحبه مصطفی کارسی عضو اجرایی کجه که اختصاص داده است که مسائل روز ترکیه را بررسی می کند. او دست دادن دولت باغچلی رئیس حزب حرکت ملی با نمایندگان زنپارتی و اسارتی که سران دولت ائتلافی ترکیه در این بار را یک فریب خواند و یک بازی تازه ای دانست. کارسی گفت این بازی را به احتمال زیاد اردوغان طراحی کرده و باغچلی آن را پذیرفته است. عضو شورای اجرایی کجه که گفت در حالی که رهبرآپو تلاش زیادی برای حل معقول مسئله کرد انجام داد اما بین سالهای 2007 و 2015 هیچ فرآیند صلح واقعی سوی ترکیه در کار نبود، آنها زیر توافقنامه دلم باغچه زدن و طرح فروپاشی پیکه را دنبال می کند. کارسو به تدام انزوای امرالی و حبس هزاران سیاستمدار کرد و ادامه دستگیری ها و سرکوب فرنگی کردها اشاره کرد و گفت تا زمانی که این شرایط تغییر نکند نیت صادقانه برای حل مسئله کردها را نمیتوانیم ببینیم. در مورد موضع‌گیری حزب جمهوری خواه خلق دومین حزب بزرگ پارلمان که از آغاز گفتگوهای احتمالی صلح حمایت کرد، کارسو گفت با توجه به اینکه اردوغان و باغچلی برخلاف موضع سالهای اخیر خود از حل مسئله کردها حرف زدند و باغچلی دستش را به سوی دمپارتی دراز کرده است، دیگر نخواهند توانست که جهپه را به خاطر اظهار نظر در این باره به حمایت از جدایی طلبی متهم کند. کارسو جهپه را به تغییر موضع سنتی خود ضربت کرد و دولت آک پارتی مهپه را
ائتلاف فاشیستی و اتحاد کثیف علیه کردها خواند که نباید هیچ انتظاری از آنها داشت. عضو شورای اجرایی کجکه به پاسخ اردوغان به سوال خبرنگاری اشاره کرد که از او پرسید آیا این روند بدون داشتن هیچ قدمی انجام خواهد شد؟ او پاسخ داد بله درست است. اردوغان حرف خبرنگار را تایید کرد. این همان چیزی است که آنها واقعا فکر می کنند. به دنبال کشف جسد روژین کابایش در سواحل دریاچه وان در شمال کردستان دیشب هزاران نفر با شعار جنجیان آزادی دست به تظاهرات زدند. روژین دانشجوی دانشگاه وان بود که یک شب در کنار ساحل ناپدید شد و پس 18 روز جنازه او را پیدا کردند. پلیس ترکیه سعی داشت جلوی راهپیمایی دیشب در وان را بگیرد اما جمعیت زیاد بود و از موانع عبور کردند. آنها شعار زن زندگی آزادی سر دادند و بنرهایی با مضمون عدالت برای روژین به همراه داشتند. زینب سکین عضو یک انجمن زنان در سخنرانی خود گفت این کشور همچنان به عنوان گورستان زنان و کودکان بیاد می آید و زنان هر روز به سمت زندگی ناامتری سوق داده می شوند. او گفت روژین در دانشگاه ثبت‌نام کرد تا درهای یک زندگی بهتر را باز کند اما در همان ساحلی ناپدید شد که سالها آن را به ما سواحل ام معرفی می کردند و مأموران در آن راه می رفتند. سخنگوی معترضان تصریح کرد در این کشور همان خطی که ناپدید شدن زنان و کودکان آسان است به همان اندازه یافتن آنها دشوار است. هر روز یک زن دیگر در ترکیه و کردستان به دلیل بی‌توجهی و همکاری دولت، قوه قضایی، پلیس و نظام مردسالار کشته می شوند. خشونت علیه زنان یک رویداد اتفاقی نیست بلکه یک مشکل سیستماتیکی و سیاسی است. زینب سکین گفت سیستمی که در کردستان ما را تدابیر امنیتی فوق العاده مواجه می کند در حفاظت از زنان با تمام ریاکاری در مقابل ما ایستاده است. در استانی انتخابات اقلیم کردستان نچیروان بارزانی در سفری ناگهانی به آنکارا با رئیس جمهور وزیر خارجه و مستشار سرویس جاسوسی این کشور دیدار کرد. روژنیوز طی گزارش به این سفر فوری قبل از انتخابات پارلمان اقلیم که 3 روز دیگر قرار است برگزار شود اشاره کرده و نوشته موضوع اصلی بحث نچیروان بارزانی در دیدار با اردوغان، فیدان و کالین در مورد گسترش مناطق تحت اشغال ترکیه در خاک اقلیم کردستان در ازای نجات حزب پدکه که در تنگنای انتخابات گیر کرده بوده است. این گزارش جلب توجه میکند که رئیس سرویس جاسوسی ترکیه ابراهیم کالین به پیشوازی بارزانی رفته بود. بارزانی با افتخار در حساب ایکس خود نوشته که دیداری با دوستانم فیدان و جناب کالین در آنکارا داشتم. و همچنین پس دیدار با اردوغان در حساب خود در شبکه اجتماعی نوشت که در مورد ثبات اقلیم کردستان و تقویت روابط میان اقلیم کردستان و عراق با ترکیه حرف زده اند. دفتر ریاست اقلیم کردستان نیز در بیانیه بی‌شرمانه اعلام کرد که یکی از موضوعات گفتگوی بارزانی و اردوغان مخاطرات توریسم بوده است. سرانجام ترکیه کردهای آزادیخواه را با این عبارت خطاب می‌کند و بیانیه دفتر بارزانی فرقی با دفتر اردوغان ندارد. روژنیوز می‌گوید طبق اطلاعاتی که به دست آن رسیده موضع بحث اصلی میان طرفین وضعیت نامطلوب حزب دموکرات کردستان در ششم اداره انتخابات پارلمان اقلیم بود. حزب دموکرات از لحاظ پایگاه اجتماعی و همچنین از نظر سیاسی و اداری دچار مشکلاتی شده و سوی جبهه همسوی آن در عراق و در منطقه ضعیف شده است. پدکی همچنین از نحوه برگزاری این اداره انتخابات که نمیتوان آن در آن تخلف کرد نگران است. طبق این گزارش ترکیه فقط یک شرط برای کمک به حزب دموکرات داشته و است آن این است که مناطق تحت اشغال نظامی خود در جنوب کردستان را گسترش داد و نیروهای پدکی و بارزانی کمک بیشتری انجام دادند از جمله برای حمله به کوهستان ها. موضوع اصلی دیگر شرط بندی یا بازی می کنیم یا آن را به هم می زنیم بود. این به معنای اگر پس از انتخابات بر وفق مراد آنها نبود همه چیز را بر هم بزنند و روند سیاسی و دموکراسی در اقلیم کردستان را به کلی معلق کنند.
شورای همکاری خلیج و اتحادیه اروپا سخت مالکیت امارات بر جزایر تنب کوچک و بزرگ و اوموسا حمایت کردند و نوشتند از ایران می‌خواهیم به اشغال این جزایر سگانه پایان دهد. اتحادیه اروپا چهارشنبه 16 اکتبر با انتشار بیانیه مشترکی با شورای همکاری خلیج از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و اوموسا حمایت کرد. در بیانیه پایانی نخست نشست مشترک سران این دو بلوک مهم سیاسی که در بروکسل برگزار شد نوشته شده از ایران می‌خواهیم به اشغال سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و اوموسا متعلق به امارات متحده عربی که نزد حاکمیت این کشور مشهور ملل متحد است پایان دهد. این نخستین بار است که یک سازمان منطقه‌ای غربی از جزایر سگانه به عنوان بخش اشغال شده خاک امارات از سوی ایران نام می‌برد. ایران جزایر سگانه خلیج فارس را بخش جدایی ناپذیر سرزمین خود می‌داند و بر حاکمیت تاریخی بر آن تأکید دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حمایت اتحادیه اروپا از ادعای سرزمینی امارات با مقابل جویان خواندن رویه اتحادیه اروپا از بکارگیری واژه اشغال در پایین بیانیه انتقاد و بر تعلق این جزایر به ایران تأکید کرد. آمریکا داره تازه حملات هوایی علیه مواضع حوثی‌های یمن را آغاز کرد و انبار تسلیحات این گروه تحت حمایت ایران را با بمب افکن‌های بی‌2 نابود کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهایش روز چهارشنبه 25 مهر در چندین حمله هوایی دقیق تاسیسات ذخیره‌سازی سلاح‌های پیشرفته حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران در مناطق تحت کنترل این گروه در یمن را هدف قرار دادند. طبق گزارش سنتکام این تاسیسات حاوی تسلیحات پیشرفته ای بودند که برای حمله به کشتی‌های نظامی و غیر نظامی آمریکایی و بین‌المللی در دریای سر و خلیج عدن استفاده می‌شدند. سنتکام تأکید کرد در این عملیات نیروهای هوایی و نیروهای دریایی ایالات متحده با استفاده از بمب افکن‌های بی‌2 به انبارهای زیرزمینی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حمله و این تاسیسات و تسلیحات موجود در آن را نابود کردند. در تاسیسات زیرزمینی حوثی‌هایی که مورد هدف ارتش آمریکا قرار گرفت، انواع موشک، قطعات ساخت تسلیحات و سایر مهمات انبار شده بود. ایالات متحده برای اولین بار است که از این بمب افکن‌ها در حملات به حوثی‌ها در یمن استفاده می‌کند. سنتکام می‌گوید این حملات با هدف کاهش توانایی حوثی‌ها در انجام حملات به کشتی‌های تجاری بین‌المللی و همچنین کاهش تهدید آنها علیه پرسنل و کشتی‌های نظامی و تجاری آمریکا و متحدان آن در دریای سرخ، تنگه باب المنده و خلیج عدن صورت گرفته. این حملات همزمان با ورود نظامیان آمریکایی به اسرائیل و پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده اعلام کرد سامانه دفاع موشکی پیشرفته ای را برای کمک به حفاظت اسرائیل در این کشور مستقر کرده است. بامداد امروز اسرائیل اهدافی را در شهر لازقی سوریه بمباران کرد. در این بین وزیر دفاع آمریکا بر تعهد دوباره کشورش جهت حفاظت از امنیت اسرائیل تاکید کرد. منابع سوریه اعلام کردند که در پی حمله هوایی اسرائیل به شهر بندری لازقیه در سواحل دریای مدیتران چند انفجار و آتش سوزی رخ داده است. این اقدام در ادامه سلسله حملات اسرائیل به نیروهای وابسته به حزب الله و سپاه پاسداران در سوریه است. گفته می شود انبارای سلاح مورد ثابت و حمله قرار گرفته است. ارتش سوریه در بیانیه گفته این حمله منجر به مجروح شدن دو غیر نظامی و خسارت مادی به اموال خصوصی شده. ارتش اسرائیل در حالی به بمباران هدفش در سوریه ادامه می‌دهد که به عملیات نظامی خود در غزه و لبنان همچنان ادامه می‌دهد. پس از دریافت سامانه دفاع هوایی تاد از ایالات متحده آمریکا، اسرائیل گفته از پاسخی سختی به حملات موشکی ایران خواهد داد. در این بین لوی داستین وزیر دفاع آمریکا تماس تلفنی با همتای اسرائیلی خود یوآف گالانت برقرار کرده است. او در حساب ایکس خود نوشته که با وزیر دفاع اسرائیل در مورد لبنان مسائل امنیت منطقه و استقرار سامانه ضد موشکی تاد گفتگو کردند. وزیر دفاع آمریکا بر تعهد قاطعی کشورش نسبت به امنیت اسرائیل تأکید کرده و گفته که این کشور برای دفاع از پرسنل، شرکا و متحدان خود آماده است.
و در این قسمت از برنامه از مرکز خبر آریان جانزیب بلوچ با ماست. جانزیب خسته نباشید، امروز چه گزارش و خبرهایی شما پوشش میدید در مرکز خبر؟ درود بر شما آرام و بینندگان تلویزیون آریان. برای خبرهایی که ما امروز در مرکز خبر آریان تیوی داریم، ابتدا موضوع انزوا در امرالی است در رابطه با رهبر آپو و آخرین برحال واکنش ها به انزوای تحمیلی بر رهبر آپو ما گزارش هایی خواهیم داشت. همچنین مقاومت زنان در زندان های رژیم ایران، از جمله مقاومت وریشه مرادی که برحال بیش از یک هفته است که در اعتصاب غذا به سر میبرد، در کنار اون سرکوب دانشجویان برای خبریه که ما پوشش خواهیم داد. همچنین مسئله عزینه های تحصیل در ایران برای با وجود گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی، گزارش های متعددی از این که عزینه های تحصیل برای کودکان بسیار بالاست، ما یک گزارش ویژه‌ای در این رابطه خواهیم داشت. همچنین در رابطه با فرو نشست زمین که به یک موزل بحرانی در تمام شهرهای ایران بدل شده و الان خطری میگن یک خطر بسیار بزرگ مخصوصا کلان شهرها رو تهدید میکنه، ما گزارش برال مفصلی در این زمینه هم خواهیم داشت. همچنین در رابطه با تنش ها در خاورمیانه که شما بهشون اشاره کردید و سفر عباس عراقچی به برخی کشورهای منطقه و درگیری‌هایی که در غزه، لبنان و مناطق مختلف خاورمیانه است، ما آخرین جزئیات این درگیری‌ها رو منتشر خواهیم کرد. و یکی از خبراتون شما به بحث جزایر سگانه اشاره کردین که ما امروز یک گزارش مفصلی در این زمینه و همچنین واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج خواهیم داشت که به هر حال هم واکنش مردمی داشته و هم واکنش سیاسی، چه از طرف اپوزیسیون و چه از طرف حکومت جمهوری اسلامی. فعلا ما این خبرها رو داریم ولی در طول روز خبرهای بیشتری هم به این موضوعات اضافه خواهد شد. بله، با تشکر از تو جانزیب بلوچ از مرکز خبر آریان. متشکرم. بله بینندگان گرامی، بدین ترتیب پایین کیوس که امروز رسیدیم. از اینکه تا پایین همراه ما بودید سپاسگزارم. اوقات خوبی را براتون آرزو میکنم. بدرود.